در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از برگزاری مراسم تالیف رئیس جمهور آمریکا، حمله هوایی به مناطقی در استان بابل عراق، درخواست اعدام تروریست ها در افغانستان و چند خبر دیگر را مرور میکنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر روز سه‌شنبه 30 دی ماه، آمار ابتلا به کرونا در جهان به بیش از 96 میلیون و 100 هزار نفر رسید. تعداد بهبود یافتگان نیز به مرز 69 میلیون نفر نزدیک شد. تا امروز حدود 2 میلیون و 52 هزار نفر به دلیل ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. روز دوشنبه با شناسایی بیش از 140 هزار مبتلای جدید در آمریکا، کمترین میزان ابتلای روزانه در این کشور طی حدود 2 ماه اخیر ثبت شد. تعداد مبتلایان روزانه در هند نیز برای نخستین بار در 7 ماه گذشته به کمتر از 10 هزار نفر رسید. از سوی دیگر شمار مبتلایان و فوتی‌ها در ترکیه روندی کاهشی پیدا کرده است. در کشور چین نیز برای ششمین روز متوالی بیش از 100 مبتلای جدید شناسایی شده است. در پرتغال آمارها حاکی از رکوردشکنی تعداد مبتلایان و موارد فوتی کرونا در این کشور است. تدروس آدهانوم دبیر کل سازمان بهداشت جهانی در انتقادی صریح اعلام کرد که جهان با یک شکست اخلاقی فاجعه آمیز در رابطه با توزیع ناعادلانه واکسن کرونا روبرو شده است. تازه ترین خبرها از مراسم تالیف رئیس جمهور آمریکا. همزمان با برگزاری مراسم تالیف ریاست جمهوری در آمریکا و آغاز رسمی فعالیت جو بایدن به عنوان 46مین رئیس جمهوری این کشور، واشنگتن حال و هوای یک منطقه نظامی را به خود گرفته است. در روزهای اخیر حامیان دونالد ترامپ در چند شهر آمریکا تجمع‌های کوچک اما مسلحانه برگزار کردند. روز دوشنبه هم تمرین مربوط به برگزاری تالیف بایدن به علت دریافت هشدارهای امنیتی برای مدتی لغو شد. در حال حاضر هزاران نیروی امنیتی و گارد ملی آمریکا برای تامین امنیت مراسم ادای سوگند جو بایدن و کامالا هریس در واشنگتن مستقر هستند. حمله هوایی به مناطقی در استان بابل عراق. بامداد سه‌شنبه خبرهای زد و نقیزی در رابطه با حمله هوایی جنگنده‌های آمریکا به استان بابل عراق منتشر شد. اما ساعتی بعد ایالات متحده ضمن رد این خبر اعلام کرد که حمله‌ای در عراق انجام نداده است. واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای گروه تروریستی داعش در عملیاتی دکل‌های انتقال برق در استان بابل را تخریب کردند که برخی رسانه‌ها به اشتباه آن را حمله هوایی تفسیر کردند. درخواست اعدام تروریست ها در افغانستان. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان در پی افزایش اقدامات تروریستی و قتل های هدفمند در شهرهای بزرگ این کشور خواستار اجرای حکم اعدام علیه تروریست های بازداشتی شد. در آخرین مورد از قتل های هدفمند شخصیت های جامعه مدنی افغانستان، دو قاضی زن شاغل در دادگاه عالی این کشور در 28 دی ماه بر اثر اصابت گلوله جان باختند. واکنش‌ها به بازداشت ناوالنی در روسیه. آمریکا و اتحادیه اروپا خواستار آزادی الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه شدند. ناوالنی که حدود 5 ماه پیش بر اثر مسمومیت با گاز اعصاب به کما رفته و برای درمان به آلمان منتقل شده بود، روز یکشنبه به محض ورود به مسکو توسط پلیس دستگیر شد. رهبر اپوزیسیون روسیه با مضحک خواندن حکم دستگیریش که طبق آن حدود 1 ماه در زندان خواهد بود، از مردم خواست برای اعتراض به خیابان‌ها بیایند. کشف و شناسایی مواد شیمیایی سمی در بندر بیروت. کارشناسان آلمانی دو شرکتی که مسئولیت خارج کردن کانتینرهای حامل مواد شیمیایی از بندر بیروت را بر عهده دارند، اعلام کردند وضعیت این مواد شیمیایی انبار شده در بندر بیروت که به شدت نیز سمی هستند، بسیار هولناک است. این کارشناسان اعلام کردند از چند سال قبل مواد سمی و قابل اشتعال در این بندر انبار شده، اما تدابیر خاصی برای نظارت بر آنها وجود ندارد. همکنون دو شرکت مسئولیت خارج کردن 52 کانتینر حامل مواد شیمیایی از بندر بیروت و رهاسازی امن آنها را بر عهده دارند.